سلام سلام، حال احوالتون چطوره؟ الهی که خوب و خوش باشین. من تا دیدم فصل بهار نزدیکه و امسالم سال آقا ببر است، گفتم که بیام براتون به قول معروف یه کاور ببر رو بگیرم. حالا میتونید شما از این کاور به عنوان هفت سینتون استفاده کنید یا نه، فقط برای سبزت. و من این کاور رو بافتم برای سبزه سفره هفت سینم، گفتم یه آموزش رو برای شما بگیرم که شما هم از این آموزش استفاده کنید. پس با من همراه باشیم برای ادامه آموزش. خب از دلم وسایلی که برای بافت این کاور ببریمون نیاز داریم رو خدمتتون میگم. قلاب شماره 2 دست ژله‌ای، نیاز به یه قیچی داریم، نیاز به رنگ نارنجی داریم. البته باید از زرد مایل به نارنجی استفاده میشد، ولی چون من پیدا نکردم از کاموای نارنجی استفاده کردم. مارکه بهار از دو تا کلاف استفاده کردم برای اینکه کارم هم زخیم تر بشه، همین که کار خیلی سریع تر بالا بیاد. یک مقدار رنگ سفید، یک مقدار رنگ قهوه‌ای برای کناره‌های صورت ببریمون. و در مورد چشم‌های توضیح خیلی مختصر بدم. برای این با کاوه خیلی بهتر هستش که از چشم‌هایی که حالت دکمه‌ای دارن، بهشون چشم دکمه‌ای گفته میشه، ولی روی چشم به این صورت هستش، دکمه هستش، ولی دکمه چشمی هم بهش گفته میشه. خیلی بهتر هست اگر این کاوه رو دارین میبافید و کودک خردسال داخل منزل داره، خیلی بهتر هستش که از این نوع حالا دکمه یا چشم های استفاده کنید، به کار اصلیتون بدوزین که کار محکم تر باشه و خدای نکره در نره. یا میتونید از این چشم هایی که حرکت میکنن استفاده کنید تو بازار، یا چشم های لپه‌ای. من خودم ترجیحم چشم های لپه‌ای هستش، ولی عرض کردم اگر کودک خردسال داخل منزل دارین، خیلی بهتر هستش که از این چشم های دکمه‌ای استفاده کنید یا دکمه های ساده، فرقی نداره. برای چی توصیه نمی کنم که از چشم واشر دار استفاده کنید؟ چون شما وقتی واشر رو میبندین پشت کارم بسوزونید، باز یک مقدار حالت کاور پشت کار یه مقدار میاد جلو و کاور ببرمون قشنگ داخل گلدون یا ظرفمون جا نمیشه. برای همین توصیه نمی کنم. نیاز به یه گلدون داریم یا حالا ظرف مردند، هر چیزی که مد نظرتون هست. من چون گلدون تمیز نداشتم، از این ظرف استفاده کردم که حالت گلدون داره، یعنی پایین دهان صافه و به سمت بالا که میره دهان گشادتر میشه برای سبزمون. خب پس همه موارد رو گفتم، بریم برای ادامه آموزش، با من همراه باشید. خب کارمون رو با گرد بافیمون آغاز میکنیم. شما میتونید هم از حلقه جادویی استفاده کنید هم از زنجیره، چون کارمون کفی کار هستش. شما از زنجیره هم استفاده کنید، نگران حفره نباشین، ایرادی نداره چون کف کارتون هستش. میان 5 تا زنجیره میزنید، ابتدا و انتهای کارتون رو هم وصل میکنید، 3 تا زنجیره و داخل حلقه ایجاد شدمون، حالا یا به صورت پایه، به صورت حلقه جادویی یا به صورت زنجیره، شروع میکنید به زدن 12 تا پایه بلند. چون من قبلا در مورد گرد بافی صحبت کردم، الان فقط به توضیح بسنده میکنم و ازش عبور میکنم. شما وقتی رج اولتون رو بافتین، 12 تا رج دوم بلتر افزایش دارین که باید 12 تاتون بشه 24 تا. و طبق قانون گرد بافی، گرد بافیتون رو انجام میدید تا چقدر؟ تا حدی که وقتی ظرفتون رو روی به قول معروف گرد بافیتون میذارین، دقیقاً کف ظرف و کف گرد بافی که بافتین اندازه باشه، یعنی کوچیکتر یا بزرگتر نباشه. حالا من 4 رج میبافم
میرم جلو ظرفمون رو امتحان میکنیم تا ببینیم که اندازه کف ظرف و کفی که بافتیم چطور هست. پس بریم 4 عجز دیگه ببافیم تا بریم ظرف رو بزنیم ببینیم اندازمون چقدر هستش. خب همطور که ملاحظه میکنید من 4 عجز گرد بافی انجام دادم، 1, 2, 3, 4. حالا میام کف کارم رو میذارم، میبینم کف کارم دقیقا اندازه گلدون یا ظرفم هستش، ولی چون حالت دهانه گلدان یک مقدار به سمت بالا که میاد گشادتر میشه، به خاطر این باید 1 رج اضافه تر بذارم که وقتی کار کاور میشه و گلدون میخواد داخل کار بره، کار راحت بره و بیاد دیگه به سختی نه، چون وقتی کار تنگ میشه و گلدون حالا یا ظرف 7 سینمون داخل کار نمیره. الان ما 1 رج دیگه نیاز داریم تا کارمون یک مقدار پهن‌تر بشه. دیگه اینجا من ساده بافی انجام میدم، 1 رج دیگه نمیام. الان رج 4, 1, 2, 3 رج 5م میشه 3 درمیون اضافه دیگه. من دیگه نمیام اضافه بزنم. فقط میام ساده بافی. یعنی تمام پای رج 4م رو ساده بافی انجام میدم. چون اگه بخوام یک رج دیگه ببافم و دوباره ساده بافی انجام بدم کار خیلی بزرگ میشه، یعنی از اندازه اصلی کارمون بزرگتر میشه. پس 1 رج ساده بافی انجام میدم تا بعد بریم برای دهانه کار که کار دیگه بیاد به سمت بالا و حالت سبد به خودش بگیره. خب رج 5م که ساده بافی بود رو من بافتم. حالا میام کارم رو میذارم. ببینید یک مقدار کار لبه دهانه هستش، یعنی کارمون رو ما درست انجام دادیم. دیگه الان ساده بافیمون رو انجام بدیم، قشنگ حالت گلدون یا ظرفمون داخل کاورمون میره. دیگه الان ساده بافی انجام میدیم. ساده بافی یعنی چی؟ همونطور که این رج رو انجام دادیم، هر چی هی رج هاتون بیشتر بشه دیواره های سبدتون ایجاد میشه و کاورتون تشکیل میشه. دیگه ساده بافی هستش، یعنی 3 زنجیره میزنید و داخل همه زنجیره ها، همه پای گندمی ها، یک پایه بلند میزنید. قطر کارتون بستگی به این داره که کاورتون دیوارش چقدر باشه. حالا من باید 4-5 رج ببافم تا ببینم که به قول معروف چقدر میخوام که دیواره ظرفم رو این کاور بپوشونه. پس دیگه فیلم نمیگیرم چون خیلی طولانی میشه. پس میریم ساده بافیمون رو انجام میدیم. فعلا من 5 رج انجام میدم تا ببینم که کارمون تا چه حد میشه. خب بسه دلم من چند رج بافتم؟ 1, 2, 3, 4, 5 رج بافتم با در نظر گرفتن زخامت نخم و قلابم. کار به اینجای دیواره رسید. خب الان میبینم که یک مقدار دیگه نیاز هست، یعنی 2-3 رج دیگه نیاز هستش که یک مقدار کاورم بلندتر بشه که میخوام چشم و دست ها و بقیه اجزای ببری رو روی کار بزنیم، کارمون انقدر کوچیک نباشه. عرض کردم شما دقت کنید به ظرفتون، ببینید سایز ظرفتون چقدر هستش که میخواین حالا استفاده کنید. خب پس من 5 رج با در نظر گرفتن نخم انقدر شد، من 2 رج الی 3 رج دیگه میبافم پای بلند ببینم که تا کجا میرسه و کارم به چه صورتی قراره بشه. پس بریم اینو ببافیم. شما هم با توجه به ظرف مورد نظرتون اگر احساس کردیم که کاور کوچیک هستش میتونید کمی بلندتر ببافید. خب از سایدنم من 3 رج ساده بافی رو هم انجام دادم، یعنی کلن 8 رج دیواره کار من شد، کاور من شد. خب به نظر خودم کافی هستش، چون دیگه حالا یه مقدار اینجا بیرون باشه به قشنگی کارمون اضافه میشه. خب پس من نخم رو کات میکنم، میریم برای بافت
گوشهای آقا ببری. حالا میریم برای بافت گوشهای کاور ببریمون، میایم حالا یا حلقه جادویی یا زنجیر فرق نداره، ولی بهتره که از حلقه جادویی استفاده کنید. میام داخل حلقه جادویی، حالا میام گوشهای آقا ببریمون رو میبافیم. میام یه حلقه جادویی درست میکنیم و داخل حلقه جادوییمون 5 تا پایه بلند می‌زنم. 5 تا پای بلندم رو که زدم حلقه رو تنگ می‌کنم و ابتدا و انتهای کارم رو به هم دیگه وصل میکنم. همونطور که ملاحظه میکنید اول کارمون دیگه حالت تیزی گوش داره ایجاد میشه. میام 3 تا زنجیره میزنم داخل این رجم رو افزایش داریم، یعنی 5 تا پای بلندم باید تبدیل بشه به 10 تا پایان. داخل هر کدوم از زنجیره ها 2 تا پای بلند میزنم. 10 تا پای بلندم رو زدم، میام به 3 تا زنجیره اول کار پای بست میزنم. داخل این رج ساده بافی داریم، یعنی همون 10 تا پای بلندی رو که رج قبل ما زدیم پای بلند، میام الان دوباره ساده بافی انجام میدم. پس این رج سوممون هست و 10 تا پای بلند باید داشته باشیم. خب 10 تا پای بلندم رو زدم، میام به 3 زنجیره اول کار پای بست میزنم. یه زنجیره میزنم. حالا وقتی که کارتون تموم شد، من چون که نخم زخیم بود 3 رج برام کافی بود. اگر شما احساس کردین کاورتون میخواد بزرگتر بشه، تعداد رج هاتون رو بیشتر کنید. خب حالا میام کارم رو برمیگردونم. خب حالا میریم برای بافت دستای آقا ببریمون دیگه. نختون رو اگر مثل من نختون رو دولایه کرده بودین دیگه الان یک رایش کنید که کار ظریف‌تر در بیاد. اگر نه از نخ دیگه استفاده کردین که یک لا بوده، خیلی بهتره که از قلاب ریزتر استفاده کنید، برای اینکه دست ببریتون اگر بخواید ظریف در بیاد از قلاب ریزتر استفاده کنید. خب من میام یه حلقه جادویی میزنم داخل حلقه جادویی، نه تا پایه کوتاه میزنم. پایه کوتاه هم که قبلا بهتون یاد دادم، قلاب رو میارید داخل حلقه و پایه کوتاه میزنید. نه تا پایه کوتاه میزنید. نه تا پایه کوتاه رو زدم، حلقه رو تنگ کردم. حالا میام یه نخ به یه رنگ متفاوت به عنوان نشانه گذار میذارم که رجم رو گم نکنم. میام به اول رج یه پایه بست میزنم، یک زنجیره و شروع میکنم به زدن 9 تا پایه کوتاه. حلقمون رو با 9 تا پایه کوتاه شروع کردیم، الان تکرارمونم با 9 تا پایه کوتاه. ما باید 4 رج، رج اول که هیچی، 3 رج دیگه باید ببافیم، 3 رج 9 پایه ای، هیچ اضافه و کمی هم نداریم. پس 4 رج میبافیم تا کاری مقدار بیاد بالاتر بریم برای ادامه کار. خب من ساده بافیم رو انجام دادم، 4 رجم رو انجام دادم، الان میخوام به باریکه دست برسم. میام چیکار میکنم؟
ببینید اینجا 9 رج 9 تایی بود. خب حالا الان میخوام با بازوی ببری که میرسیم کار باریک‌تر بشه، پس میام کاهش میدیم، 1 در میون کاهش میدیم، یعنی الان ما 9 تا پایه داریم، باید بشه 6 تا. یه پایه میبافیم، یه پایه کاهش میدیم. کاهش هم توی پایه کوتاه اینه که نخ رو میگیرین میرین داخل گندمی بعدی، این نخ رو میگیرین و این ستا رو با هم میکشی، این میشه کاهش. پس کاهشمون رو که انجام بدیم میشه 6 تا دونه و 4 رج دیگه دوباره تکرار داریم، چون فیلم طولانی میشه من دیگه نمیگیرم. بعد از اینکه 6 تا آخر کار دونه هامون شد 6 تا، 4 رج دیگه ساده بافی میکنیم و نخمون رو کات میکنیم. اگر دیدین که اندازه دست ها برای کاور شما کافی هستش که هیچه، اگر نه دیدین که کاورتون بزرگتر هستش، اون 9 رجتون رو 9 تا دونه تون رو از میخوام بیشتر ببافین، یعنی 7 رج ببافین، ما بقی رو 7 رج دیگه پایه کوتاه 6 تایی ببافیم. پس بریم این رو انجام بدیم، 4 رج ببافیم، بریم برای ادامه کار. منم میام قسمت سفیدی شکم رو میبافیم و چون حالت بیزی داره میام کارمون رو با زنجیره شروع کنیم. 1 2 3 4 5 تا من زنجیره میزنم. 5 تا زنجیره من با احتساب کارم هستش، اگر شما کارتون بزرگتر یا کوچیکتر هستش باید خودتون کم و زیاد کنید. میام از دونه قبلی شروع میکنم به زدن پایه کوتاه. اگر بافت بیزی رو بلد نیستین میتونید به آموزش اسکاج کیوی مراجعه کنید و اونجا آشنا بشید. خب من رسیدم به زنجیره آخر، میام داخل این زنجیره آخرم، حالا این یه دونه که زدم، 3 تا پایه کوتاه دیگه هم میزنم، 2 3 و 4 تا. برای این زدم که بیفتم کجا؟ بیفتم این سمت کارم. الان من افتادم دقیقا این سمت کار، یعنی روبروی اون 5 تا از میخوام 4 تا پایه بلندی که زدم. پس شروع میکنم دوباره اینا رو پایه کوتاه زدم، 2 تا 3 تا و به 4 که رسیدم اینجا هم میام به غیر از این یه دونه پایه کوتاه 3 تا پایه کوتاه دیگه هم میزنم، 1 2 3 و 4 تا. خب من الان 4 تا رو زدم، یه رج ساده بافی انجام میدم، یعنی میام روی پای کوتاه های رج قبلم، این رج بعدی میشه رج دوم شه، یه رج ساده بافی انجام میدم، میرسم به ابتدای کار یا حالا یا انتهای کار نخم رو کات میکنم. پس ساده بافیمون رو هم انجام میدیم همینجوری پایه کوتاه و یکی یکی میریم جلو با احتساب اون 3 تا پایه کوتاهی که برای این حالت بیزی کارمون زدیم که ایجاد بشه. رسیدم به آخر کار، میام یه نخ میگیرم، 1 زنجیره میزنم و کارم رو کات میکنم.
این میشه حالت بیزی روی یعنی شکم ببریم. خب تمام اجزای کاورمون رو بافتیم. فقط برای این پوزه ببریمون شما یه حلقه جادویی میزنید، داخل حلقه جادویی 6 تا پای کوتاه میزنید، رج بعدی هم ساده بافی انجام میدید، یعنی دو رج انجام میدید که دو رجتون هم 6 تا پای کوتاه هستش، بعد دیگه نخا رو کات میکنید و این میشه پوزه ببریتون. خب اینم خرگوش، اینم گوشای ببریمون هستش. حالا الان باید بریم اجزای چشم ها رو که با چسب میچسبونم، باید اجزای مثل دست و پوزه و قسمت سفیدی شکم رو بدوزیم. بعد از اینکه دوختیم میام قسمت قهوه‌ای، راه‌های قهوه‌ای کار رو روی کاورمون میدوزیم. پس اول باید تیک های اصلی رو بدوزیم، به این صورت هستش. آخر سر گوش ها رو ما به کار اصلیمون وصل میکنیم. پس اینا رو بریم وصل کنیم، چشمامون هم بچسبونیم تا کارمون فرم و شکل بهتری بگیره. خب دوخت اجزای صورت تموم شد. بعد من خواستم گوشا رو وصل کنم، دیدم که گوشها رو وصل کنم حالت شکل گربه رو به خودش میگیره. ما نیم دایره هم امتحان کردم، دیدم که حالت موش میشه، برای همین ترجیح میدم که دیگه گوشها رو روی کار وصل نکنم. حالا میام ظرف، حالا یا گلدون یا هر چیزی که انتخاب کردین رو میذارین. ببینید خیلی قشنگ قالب ظرف مورد نظر حالا یا گلدونمون شد.
ببینید. دوختش هم زیاد سخت نبود. اول چسب بزنید همونطور که تو ویدیو نشون دادم، کارتون رو فیکس کنید، بعدن شروع کنید به دوختن کار که کارتون محکم بشه. خب اینم از آموزش تقریبا میشه گفت 7 سینی ما. گفتم که بیام سریع آموزش رو بگیرم و به قول معروف براتون بذارم تا ببافین و استفاده کنید. امیدوارم از این آموزش هم خوشتون اومده باشه. خیلی مراقب خودتون باشین و تا آموزش های دیگه، خدا یار و نگهدارتون باشه.